ما توی فیلم قبلی اومدیم معادله استاندارد سهمیا رو بهتون گفتیم، دو تا سوال با هم دیگه حل کردیم. ولی معادلات سهمی اگه گسترده باشن چیکار میکنیم؟ خیلی راحت بیزوری چیکار میکردیم؟ میومدیم اون معادله گسترده رو مرتبش میکردیم، به حالت استاندارد تبدیلش میکردیم و اون چیزایی که میخواستیم ازش به دست میوردیم. اینجا هم همینطوره. توی سهمی اگه معادله گسترده بهت دادن، معادله گسترده رو قشنگ میای مرتبش میکنی، به یک معادله استاندارد تبدیل میکنی، عین فیلم قبلی هر سوالی ازت بپرسن جواب میدی. فقط ببین توی دایره دو تا پارامتر مهم بود، مرکز شعاع. توی بیزی 5 تا پارامتر مهم بود، آ، بی، سی، مرکز و افق قائم بودن. توی سهمی 3 تا چیز برای من مهمه. یکی آ چنده؟ آ میدونیم چی بود دیگه، فاصله رأس تا کانون یا فاصله رأس تا خط عادی. یکی اینکه مقدار مختصات رأس چنده و یکی هم که افقی قائم رو بالاست، رو پایین، رو به چپ، رو به راسته. پس این 3 تا برای من مهمه. پس اگه یه سهمی به تو دادم معادلشو مرتب کن سریع، این 3 تا پارامتر رو از توش بکش بیرون. و من میخوام بهت یاد بدم معادلات سهمیه رو چجوری مرتب میکنی. خب اینجا نگاه کن، سهمیه زیرا رسم کرده، مختصات کانون، رأس و معادله خط عادی و محور تقارن آن را نیز تعیین کنید. y2 به علاوه 12 x به علاوه 4 y منهای 32 مساوی با 0. چون یکی از مؤلفه ها توان دو داره سهمیه. البته خود سوالم گفته بود. عین فیلم قبلی مثالی که حل می‌کردیم، فقط این سری معادلهشو گسترده دادم. ببین چجوری اینا رو حل می‌کنیم. اونی که توان دو داره جنسش چیه؟ y ها یه طرف، بقیه اون بر. ببین y ها اون متغیری که جنسش تواندوه y ه، y ها یک طرف، بقیه هرچی هست اون بر. بعد میای نصف اینو به تواندو به طرف این اضافه میکنی. نصف این 4، نصف عبارتی که توان یک داره برای y ها به تواندو میشه 4. 4 تا به طرف این اضافه میکنی، قطعا این اتحاد میشه. خب اتحادش میشه y به علاوه 2 به توان 2. اینم با این جمع کنم میشه 36. این ور که اتحاد شد، با این دیگه کاری نداریم. حالا اینجا ضریب x هر چی بود فاکتور بگیر. ببین اگه مثلا ضریب این 5 بود، از یه 5 باید فاکتور بگیری، از 36 هم باید 5ش فاکتور گرفته میشه. پس الان چون منهای 12، از یه منهای 12 فاکتور میگیرم، میشه x، اونم میشه منهای 3. این شد قشنگ معادله استاندارد یک سهمی. ریشه های داخل پرانتز به من چیو میده؟ مختصات رأس. ریشه های داخل پرانتز به من مختصات رأس رو میده. پس رأس من میشه 3 و منهای 2. ریشه x 3، ریشه y منهای 2. چون y توان 2 داره افقیه و چون منفی رو به چپ، پس میدونم افقی رو به چپه و همیشه ضریب پرانتز توان یک 4 آه. با علامتش کاری نداشته باش، ممکنه تو کتاب های تست یا کتاب درسی حتی با علامت 4 آه رو گرفته باشه. ما همیشه 4 آه رو با علامت کاری، 4 آه رو میگیریم، 12 آه میشه 3. ما علامت رو فقط برای چپ و راست و بالا پایین بودن استفاده میکنیم. تموم شد. این 3 رو دارم، این 3 رو اینجا نوشتم. یه سهمی افقی رو به چپ برای خودم میکشم، یه سهمی افقی رو به چپ، این که رأسشه که مختصاتشو دارم چند، 3 و منهای 2. این فاصله 3، 3 تا بعد برم عقب در جهت x ها، یعنی 3 تا بعد از xش کم کنم، از x این 3 تا کم کنم، xش میشه 0، yش همون منهای 2، این میشه کانون. وقتی بخوام هادی رو به دست بیارم، بعد به اندازه آ که 3 بیام جلو در جهت x ها. پس ببین وقتی که میام جلو به x این 3 تا اضافه میشه، xش میشه 6. این که xش میشه 6 رو اینجا می‌نویسم، این میشه معادله خط. محور تقارن هم که اینجاست، به s و f نگاه می‌کردیم، اونی که یکیه چیه؟ y‌هاشون و چند منهای 2، y مساوی با منهای 2 رو هم می‌نویسم، اینم میشه معادله محور تقارن. تمام سوالا همینه. یک دیگه حل می‌کنم. سهمیه زیرا رسم کرده، مختصات کانون، رأس، معادله خط عادی و محور تقارن آن را نیز تعیین کنید. x2 به علاوه 8x به علاوه 8y مساوی با 0. خب دوباره یک سهمیه. چرا؟ چون یکی از متغیرها توان 2 داره، تو سهمیه یکیشون توان 2 داشت. بعد مرتبش کنیم. کدوم متغیر از جنس درجه 2؟ x. پس x ها یه طرف، بقیه اونور. x ها یه طرف، بقیه اونور. خب ضریب x و 1، بله اگه مثلا یه ضریب x 2 بود، یه کلش به 2 هم تقسیم می‌کردیم. الان ضریب x و 1. حالا نصف اینو به توان 2 به طرفین اضافه می‌کنی. نصف 4 به توان 2 16، 16 به طرفین اضافه می‌کنی. این که اتحاد میشه، میشه x به علاوه 4 به توان 2. اتحاد مطمئنم بلدی. اینم از ضریب y هر چی هست و کاهیت نباشه، تو از اون فاکتور بگیر. از یه منهای 8 هم اینجا فاکتور می‌گیرم، میشه y منهای 2.
تموم شد، یک سهمی قشه معادلش به دست اومد. خب ریشه های داخل پرانتز رأس رو به من میدن که میشه منهای 4 و 2. این که x توان 2 داره قائمه و چون علامت این منفی رو به پایین، پس قائمه رو به پایینه، رأسش هم که 4 منهای 4 و 2ه. ضریب جمله توان 1، ضریب پرانتز توان 1 4 آه. با علامتش کاری نداشت، به 4 آ 8 آد میشه 2، تموم شد. اینا رو اون بالا مینویسم. خب یه سهمی قائمه رو به پایین دارم، این رأسمه، مختصدش منهای 4 و 2ه، این فاصله آه که 2 مقدارش. بچه ها به من بگین اگه من بخوام از اینجا بیام برسم به اینجا باید 2 تا بیام پایین، وقتی میام پایین از چی کم میشه؟ از ایگرگ ها. پس این اگه مختصاتش منهای 4 و 2 این عین همونه، فقط از ایگرگش 2 تا کم شده. وقتی که بخوام برم بالا به خط هادی برسم باید به اندازه آ، یعنی 2 تا برم بالا، وقتی برم بالا عین این میشه، فقط به ایگرگش 2 تا اضافه میشه، یعنی ایگرگش میشه 4. پس این خط ایگرگ مساوی با 4. محور تقارن هم که این خط است، برای اینکه معادلش رو بنویسی بارها تکرار کردیم، به S و F نگاه کن، کدوم مختصشون یکیه، Xشون یا Yشون؟ خیلی واضحه که Xشون، و چند منهای 4. پس X مساوی با منهای 4 هم میشه معادله محور تقارن من.